تحقیقات انجام شده در مورد کمپین اصلاح مساجد در چین نشان می دهد که مقامات چینی حدود 70 درصد از مساجد در منطقه سینکیانگ را تخریب کردند. یکی از مورخان ایغور می گوید که حتی حرمت مکانهای مقدس در چین با هدف تضعیف روحیه اقلیت مسلمان در این کشور انجام می شود، یکی از اقدامات حکومت کمونیستی چین برای حدک حرمت مکانهای مقدس ساخت یک سرویس بهداشتی عمومی در محل مسجدی در ایالت سینکیانگ است. تخریب این مسجد در شهر آتوش بخشی از کمپین از بین بردن هویت مسلمانان و تضعیف روی روحیه اویغورها بود. ساخت سرویس بهداشتی در محل مسجد توکل در روستای سانتاگ شهر آتوش پس از آن بود که مقامات چینی بسیاری از مساجد این منطقه را به عنوان بخشی از کمپین اصلاح مساجد تخریب کردند این کمپین در سال 2016 میلادی برای هدف قرار دادن مکانهای عبادی مسلمانان به صورت دست جمعی آغاز شد رئیس یک کمیته محلی در منطقه سینکیانگ در این باره گفت مسجد توکل در سال 2018 میلادی تخریب شد و اعضای قومهان در چین به جای آن یک سرویس بهداشتی بنا کردند و یفزود همه مردم این منطقه سرویس بهداشتی در خانه های خود دارند و نیازی به ساخت این سرویس بهداشتی عمومی نبود یکی دیگر از اهالی سانتاگ هم گفت دو مسجد دیگر نیز در سال 2019 میلادی در این روستا تخریب شدند و مغازه های فروش سیگار و مشروبات الکلی جایگزین آنها شده است.